سرخط خبرها، واکنش آلمان به حمله زولینگن، کاهش خدمات مهاجران و تسریع اخراج ها. هیچ منطقه امنی در افغانستان و سوریه وجود ندارد و اخراج در این شرایط خلاف قانون اساسی است. تورم یا گرانی در آلمان به پایین ترین سطح در 3 سال گذشته رسید. اگر کسی با چاقو به شما حمله کرد، آواز بخوانید. و درخواست افزایش سن نوشیدن الکل و استفاده از تیک تاک در آلمان. سلام همراهان همیشگی کانال تلویزیون اینترنتی افغانستان و سرویس خبری امروز، خوش آمدید. لطفاً این ویدیو را لایک کنید، همچنین کانال خودتان را سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله را فشار دهید تا از تازه های آلمان و جهان با خبر باشید. مشروع اخبار. واکنش آلمان به حمله زولینگن، کاهش خدمات مهاجران و تسریع اخراج ها. پس از حمله تروریستی در زولینگن، دولت آلمان قصد دارد تغییراتی در سیاست های مهاجرتی خود ایجاد کند. به گزارش بیلد، برنامه ریزی ها شامل کاهش خدمات به مهاجران است که از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا وارد آلمان شدند. این مهاجران تنها نیازهای اساسی مانند محل اقامت، غذا و لوازم بهداشتی دریافت خواهند کرد و از کمک‌های مالی محروم می‌شوند. همچنین تسریع در روند اخراج مهاجران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. حزب سبزها خواستار تغییرات گسترده در سیاست‌های داخلی از جمله تشدید قوانین حمل سلاح شدند. کارشناسان: هیچ منطقه امنی در افغانستان و سوریه وجود ندارد و اخراج در این شرایط خلاف قانون اساسی است. آندرا بانک، کارشناس سوری در مؤسسه مطالعات خاورمیانه GIGA در هامبورگ، معتقد است که اخراج به سوریه در حال حاضر امکان پذیر نیست. وی در بیانیه‌ای به رادیو MDR توضیح داد که وضعیت در سراسر کشور نسبت به سال گذشته بدتر شده است و تاکید کرد که اصلاً منطقه امنی در سوریه وجود ندارد. بانک به کنترل گسترده بر جمعیت تحمیل شده توسط رژیم سوریه و همچنین به موارد ناپدید شدن اجباری اشاره کرد. در همین زمینه آبرهاوزر، رئیس کارگروه قانون مهاجرت در انجمن وکلای آلمان، معتقد است که اخراج به سوریه از منظر قانونی یک مشکل اساسی است. او در بیانیه به رادیو دویچلند فونک توضیح داد که شرایط در سوریه و افغانستان به قدری بد است که دلایل محکمی برای این باور وجود دارد که حقوق بشر در آنجا رعایت نمی شود و توضیح داد که قانون اساسی آلمان فرستادن مردم به سرنوشت شوم را ممنوع کرده است. تورم یا گرانی در آلمان به پایین ترین سطح در 3 سال گذشته رسید. آمارهای رسمی نشان می دهد که تورم آلمان در ماه آگست برای اولین بار از سال 2021 به زیر 2% رسیده است. آمارهای اولیه آژانس آمار فدرال دیستیتس نشان می دهد که نرخ تورم سالانه در بزرگترین اقتصاد اروپا به صورت باور نکردنی به 1.9% کاهش یافته است. همچنین تحلیلگران در مؤسسه فکت سیت گزارش کردند که رقم تورم ماه آگست به 2.1% رسیده است. آخرین باری که تورم آلمان زیر 2% بود در ماه مارچ 2021 گزارش شده بود. صدر اعظم اولاف شولز در ایکس نوشت مردم دوباره پول بیشتری در کیف خود ذخیره می کنند. تورم در حال کاهش است. دستمزدها نیز برای 5 ماه متوالی در حال افزایش است. داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ملی INE در روز پنجشنبه نشان داد که در سایر نقاط منطقه یورو، تورم در اسپانیا نیز در ماه آگست به دلیل کاهش قیمت سوخت و مواد غذایی کاهش یافته است. تورم اتحادیه اروپا در اکتبر 2022 پس از افزایش قیمت انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین از مرز 10% گذشت. این امر بانک مرکزی اروپا را بران داشت تا با بهره‌های بیشتر خود را نجات دهد که در نتیجه تورم افزایش یافت. حال اولین کاهش نرخ‌های بهره و پایین آمدن نرخ تورم در ماه جون گزارش شد. بانک مرکزی اروپا از مرحله دوم کاهش نرخ بهره در ماه جولای خودداری کرد، اما انتظارات روبروشتی وجود دارد که می‌تواند هزینه‌های وام را دوباره در ماه آینده کاهش دهد. کریستیان برنسکی، اقتصاددان بانک ING گفت داده‌های تورمی امروز به وضوح تعادل را به سمت کاهش نرخ بهره در سپتامبر سوق می‌دهد. تورم اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در ماه جولای به 2.6% رسیده است. اما همچنان بالاتر از هدف تورمی 2% بانک مرکزی اروپا قرار دارد.
اگر کسی با چاقو به شما حمله کرد آواز بخوانید. از آنجا که آمار چاقو کشی در برلین افزایش یافته است، پلیس برلین در وبسایت خود نکات را به شهروندان یادآوری می‌کند که هنگام مواجهه با چنین حوادثی انجام دهند. از جمله اینکه با صدای بلند آواز بخوانید، همانطور که روزنامه برلینر تایتنگ می‌گوید، این کار شاید مسخره به نظر برسد، اما در چنین شرایطی بهتر است کاری غیرمنتظره انجام دهید که حواس کسی که چاقو به دست دارد پرت شود. تنها در سال گذشته 48200 آسیب بدنی به دلیل حمله با چاقو ثبت شده است که بیشترین آمار در 10 سال گذشته محسوب می شود. درخواست افزایش سن نوشیدن الکل و استفاده از تیک تاک در آلمان. کمیسر دولت آلمان در امور مربوط به مواد مخدر خواستار افزایش سن نوشیدن الکل به 18 سال و همچنین ممنوعیت استفاده از تیک تاک برای کودکان زیر 12 سال شده است. کمیسر دولت آلمان در امور مرتبط با مواد مخدر در اظهاراتی که روز چهارشنبه 28 آگوست منتشر شد گفت محدودیت سنی برای مصرف الکل باید افزایش یابد و استفاده از پلتفرم ویدیویی تیک تاک برای محافظت از جوانان در برابر آسیب به سلامت روحی و جسمی آنها باید کاهش یابد. بروکهارد بلینرت از حزب سوسیال دموکرات آلمان و روزنامه محلی راینشاپست گفت که استفاده از تیک تاک باید برای کودکان زیر 12 سال ممنوع شود. برخی کشورها تیک تاک را به طور کامل ممنوع کردند، البته نه به دلایل مرتبط با سلامت کودکان. بروکهارد بلینرت از حزب سوسیال دموکرات آلمان و روزنامه محلی راینشاپست گفت که استفاده از تیک تاک باید برای کودکان زیر 12 سال ممنوع شود. برخی کشورها تیک تاک را به طور کامل ممنوع کردند، البته نه به دلایل مرتبط با سلامت کودکان. بلینرت همچنین گفت که سن مصرف هر نوع الکل باید به 18 سال افزایش یابد. شرایط کاربری اپلیکیشن تیک تاک در حال حاضر به افراد 13 ساله یا بالاتر اجازه می‌دهد تا از این پلتفرم استفاده کنند. از سوی دیگر در آلمان نوشیدن شراب، آبجو و شامپاین در ملای عام از سن 16 سالگی و از 14 سالگی با حضور والدین مجاز است. به گفته بلینرت، تنها پس از ممنوعیت استفاده کودکان زیر 12 سال از تیک تاک است که جوانان می توانند نحوه استفاده معقول از شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه چیزی برای آنها خوب است یا خیر را بهتر ارزیابی کنند. به اعتقاد کمیسر دولت آلمان در امور مرتبط با مواد مخدر، حتی نوجوانان نیز نباید بدون محدودیت از تیک تاک استفاده کنند. و همچنین افزود برای مقابله با عناصر خطرناک تیک تاک باید تا سن 18 سالگی با محدودیت‌های فنی درجه بندی شود. ما باید در زمانی که مواد مخدر یا خشونت تمجید می‌شوند با دقت مراقب باشیم. وی با اشاره به اینکه این قانون همچنین در مورد دخانیات نیز اعمال می شود تصریح کرد، مصرف مشروبات الکلی باید فقط از 18 سالگی به بعد مجاز باشد. او گفت که الکل سمی برای سلول هاست که از اولین قطره اثر خود را بر جا می گذارد و به گفته کارشناسان بهداشت و سلامت هیچ سطحی از مصرف برای بزرگسالان یا کودکان بی خطر نیست. بلینرت همچنین گفت که الکل تأثیرات شدیدی بر جوانانی که هنوز از نظر جسمی در حال رشد هستند بر جای می‌گذارد و ثابت شده است که به مغز آسیب می‌رساند. با این حال بلینرت از قانونی سازی خرید و فروش حشیش توسط دولت آلمان دفاع کرد و گفت که این اقدام به کاهش خطرات ناشی از بازار سیاه مواد مخدر کمک کرده است. از اینکه در این سرویس خبری با ما همراه بودید جهانی سپاس.